یکی از گروگان ها فوزی رو دید و داد زد این تروریسته، تروریسته. من و یکی از همکارام گرفتیم و بردیمش. ناگفته های حمله مسلحانه 40 سال پیش به سفارت ایران در لندن. داستان گروگانگیری که گروگان ها جانش را نجات دادند. از یک مورخ و یک استاد دانشگاه میپرسیم این گروگانگیری در چه بستر تاریخی اتفاق افتاد. همچنین در این 60 دقیقه هیئت مشترک کابل و تهران برای بررسی ادعای انداختن مهاجران افغان به رودخانه. افغانستان میگوید این جنایتی نابخشودنی است. ادامه نخست وزیری بنیامین نتانیاهو در گروی رأی دیوان عالی اسرائیل. بنی گانتس رضایت داد، بقیه مخالفان کار را به دادگاه کشاندند. ولی نمیتونم بگم که از قبل بحران کرونا بهترم یا بدترم. و گفتگوی اختصاصی بازیکن تیم ملی فوتبال آلمان با بی بی سی فارسی. هواداران بی صبرانه منتظر از سرگیری بوندسلیگا هستند. بازیکنان نگران تاثیر کرونا بر آمادگی جسمیشان. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. سلام، شبتون بخیر. 40 سال پیش سرعت اتفاقات در داخل ایران آنقدر زیاد بود که یکی از بزرگترین گروگانگیری ها در تاریخ بریتانیا در سفارت ایران زیاد جلب توجه نکرد. اردیبهشت 1359 مردان مسلح به سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن حمله می کنند و برای 129 ساعت 26 نفر را گروگان می گیرند. شش گروگانگیر عرب خوزستان خواهان آزادی 91 زندانی عرب و به رسمیت شناختن خودمختاری در خوزستان می شوند. آنها به کمک سرویس‌های اطلاعاتی عراق به بریتانیا آمده بودند. نیروهای ویژه ارتش بریتانیا خود را برای حمله آماده می‌کنند. این در حالی بود که یک هفته قبل عملیات سری آمریکایی‌ها برای نجات گروگان‌هایشان در ایران شکست خورده بود. نه دولت ایران و نه بریتانیا حاضر به برآورده کردن خواسته‌های گروگانگیرها نبودند. نیروهای ارتش در مدت 11 دقیقه به گروگانگیری پایان می‌دهند، اما دو دیپلمات و 5 گروگانگیر کشته می‌شوند. این داستان 129 ساعت گروگانگیری در سفارت ایران در بریتانیا است به روایت خبرنگار ما ژیار گل. سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن، بهار 1359. مردان مسلح به سفارت ایران حمله می کنند و برای 6 روز 26 نفر را به گروگان می گیرند. یکی از گروگان‌ها مصطفی کرکوتی، روزنامه‌نگار سوری بود که برای دریافت ویزای ایران به سفارت رفته بود. سردسته‌شون به لهجه غلیظ عربی عراقی دستور می‌داد. پلیس لندن خیابان‌های اطراف سفارت را محاصره می‌کند. دولت بریتانیا جلسه اضطراری تشکیل می‌دهد. نخست وزیر بریتانیا در همون ساعات اولیه میگه به هیچ عنوان گروگانگیرها نمیتونن از سفارت خارج بشن مگر اینکه دستشون رو روسترشون بذارن و تسلیم بشن. خانم تاچر فرمانی به نیروهای ویژه ارتش SAS میدهد. برای حمله آماده شوید. نیروهای ویژه ارتش SAS روز بعد در ساختمان بغل سفارت ایران مستقر میشوند. رابن هورسفال یکی از اعضای این تیم بود. برای حمله ارتش باید از پلیس اجازه بگیره. فرمی هم باید امضا بشه. تا کسی کشته نشده بود نمیتونستیم عملیات رو شروع کنیم. گروگانگیرها از اعراب خوزستان بودند. آنها خواهان آزادی 91 زندانی عرب و به رسمیت شناخته شدن خودمختاری خوزستان توسط دولت ایران بودند. شورای انقلاب گروگانگیری را توطئه‌ای بریتانیایی آمریکایی خواند و به درخواست گروگانگیرها جواب رد داد. دیپلمات‌های ما پیام دادند که آماده شهادت برای انقلاب اسلامی هستند. پس از انقلاب سال 57 بسیاری از گروه‌های عرب خوزستان مطالباتی از حکومت مرکزی داشتند.
در واقع اعطای حقوق فرهنگی مردم عرب، اینها را با خشونت و با تانک در اهواز، قانون فرهنگی مردم عرب اهواز را با تانک بستند. خودم شاهد بودم یه سری از جوانان سرخورده شدند از مبارزه مظالمت آمیز. بخشی از اینها رفتند سفارت ایران را در لندن گرفتند. تحقیقات پلیس بریتانیا نشان داد سرویس های جاسوسی عراق گروگان ها را در بغداد آموزش داده بودند و در بریتانیا برای آنها سلاح تهیه کرده بودند. مطمئنا نمیتونستن بدون کمک دیپلمات‌ها و سرویس‌های اطلاعاتی عراق به بریتانیا بیان. شکی در این نیست. نو داوت. رابع دیدیم یک از گروگان‌ها را چیز آزاد کنیم. ولی اگه جسد دیتونش رو میخواید بعد از چند لحظه. روز ششم با کشتن یک دیپلمات‌های ایرانی توسط گروگان‌گیرها مذاکره پلیس شکست می‌خورد. عملیات به نیروهای ویژه ارتش واگذار می شود. آنها فوراً به سفارت حمله می کنند. گروگانگیرها یک دیپلمات دیگر ایرانی را می کشند و دو نفر را هم زخمی می کنند. در مدت 11 دقیقه واحد ویژه ارتش به گروگانگیری پایان می دهد. دقایقی قبل از حمله نیروهای ویژه پیامی بسیار محرمانه از نخست وزیر به نیروهای ویژه میرسه. به اونا میگه گروگان‌ها باید حتما زنده بیان بیرون، اما نگذارید این بحران به خارج از سفارت نشت کنه. اونا میگن اینجوری براشون تعبیر شده که خانم تاچر گفته نگذارید هیچ گروگانگیری زنده از این ساختمون خارج بشه. همه گروگانگیرها کشته می شوند، به جز فوزی بداوی نژاد، جوانی 22 ساله که میان گروگانها به بیرون از ساختمان سفارت رفته بود. یکی از گروگانها فوزی رو دید و داد زد این تروریسته، تروریسته. من و یکی از همکارام گرفتیم و بردیمش. فوزی بداوی نژاد گفته هنگام حمله نیروهای ارتش گروگانها او را میان خود مخفی کرده بودند. اولین گروگانگیری بود که در سفارت دیدم. برای ترسوندن ما دو تا تیر هوایی شلیک کرد، ولی از بقیهشون بهتر بود. محبوب گروگانهای زن ایرانی بود. دادگاه عالی لندن فوزی بداوی نژاد را به حبس ابد محکوم کرد. پایان گروگانگیری سفارت ایران بدون سازش با گروگانگیرها موقعیت سیاسی خانم تاچر را تقویت کرد. به نام بانوی آهنین معروف شد، خیلی محبوب شد و مردم در میان در بریتانیا بسیار طرفدار سیاست سختگیرانش بودند. پس از 28 سال حبس، فوزی بداوی نژاد در آبان 1387 از زندان آزاد شد. داستان آزادی و اقامت او در بریتانیا هیچگاه از تیتر مطبوعات این کشور و ایران محو نشد. 28 سال زندان در سیستم قضایی بریتانیا یکی از سنگین‌ترین مجازات هاست. بیشتر از حکمش در زندان موند. کسی نمیدونست بعد از آزادی کجا میره. نمیتونست بره ایران، نمیتونست بره عراق. جمهوری اسلامی ایران بارها از بریتانیا خواسته که او را تحویل ایران دهد. کشوری که در خودش مجازات اعدام وجود نداره نمیتونه زندانی رو به کشور دیگری مسترد بکنه که در اونجا اعدام خواهد شد. بنابراین چون عملاً شما دارید حکم اعدام رو اجرا می‌کنید. فوزی بداوی نژاد امروز با هویت جدید در بریتانیا اقامت موقت دارد. او هر 6 ماه باید اقامتش را تمدید کند. برخی از مطبوعات ایران اسکان او در خانه‌های شهرداری را حمایت از تروریسم می‌خوانند. اصولا هر کسی در انگلیس که خانه نداشته باشه شهرداری محل مکلف است بهش خونه بده. سابقه زندانی بودن اینها به هیچ وجه
ربطی به این داستان نداره و اصلا تشویق میکنن کسانی که زندان بودن که بهشون خونه بدن، بهشون پول بدن که اینا باز دوباره مازده که به جرم نشن. گروگانگیری در سفارت ایران جان 7 نفر را گرفت، هم دیپلمات ها و هم گروگانگیرها. گرچه گروگانگیری در سفارت ایران 40 سال پیش تمام شد، اما برای فوزی بدوی نژاد و بسیاری از بازماندگان این حادثه داستان همچنان ادامه دارد. ژیار گل، بی بی سی. برای گفتگوی بیشتر در این باره، فرهنگ جهانپور استاد پیشین مطالعات خاورمیانه و تحلیلگر مسائل بین‌الملل از آکسفورد بریتانیا با ماست. آقای جهانپور، در سالی که گروگانگیری اتفاق افتاد، سال 59، هم در بخش مانیتورینگ بی بی سی فعالیت می‌کردند و هم مدرس مطالعات بین‌الملل دانشگاه کمبریج بودند. خوش آمدید به برنامه آقای جهانپور. ابتدا از شواهد و آنچه که آن روز اتفاق افتاد به ما بگید، برای اینکه گفته میشه که گروگانگیرها در وهله اول با بخش جهانی بی بی سی تماس گرفته بودند. خب اینا میخواستن که پیامشون رو به دنیا برسونن و برای اینکه جان گروگانها حفظ بشه و شاید بشه با اینها یک نوع وارد مذاکره شد، بهشون اجازه دادن که پیامشون رو پخش بکنن و خب بی بی سی هم پیام اینها رو پخش کرد. ولی همطور که فرمودین، این در یک مرحله بسیار خاصی از تاریخ شروع شد و انجام شد، برای اینکه اولا کمی بعد از گروگانگیری آمریکایی‌ها در سفارت ایران بود، بعد دولت آقای کارتر سعی کرد اینها را آزاد بکنه که به واقعه تبس انجامید که شکست خورد. دولت عراق با ایران دائما در حال زد و بند زد و خورد بود و در ایران هم گروه‌های تفرقه طلب هم در خوزستان، هم در کردستان، هم در نقاط دیگه بلوچستان و غیره سر و صدا کرده بودن. این است که در بین این بحبوحه گرفتاری ها، این ها گویا وقتی که ایرانی ها سفارت آمریکا رو حمله کردن، به این ایده افتادن که سفارت ایران رو بگیرن و دولت عراق اون موقع به اینها کمک کرد و یک افسر عراقی در بریتانیا تسلیحات اینها رو تهیه کرد و بهشون داد و این عمل انجام شد. آن زمان منتقدان مارگارت تاچر، نخست وزیر وقت، معتقد بودند که میتونست به گونه ای عمل بشه که کسی کشته نشه در اون عملیات. فکر میکنید که انتقاد به جایی بود؟ خیال نمیکنم، بلکه در همون موقع و از اون موقع به بعد دائما توهم توطئه و اینها و تئوری توطئه خیلی زیاد بوده. در انگلستان، در کشورهای آزاد، اگر یک خبری باشه که توطئه آمیز باشه، نمیتونه 40 سال پنهان بمونه و در این مدت 40 سال اگر خبری بود این رو شنیده بودیم. نخیر، علت اصلی این بود که اولا اون روزها خانم تاچر با دولت عراق میانه خوبی نداشت. ثانیاً ایشان اخیراً نخست وزیر شده بود و میخواست خودش رو به عنوان یک زن قوی که به عنوان بسیار بانوی آخرین لقب گرفت نشون بده و همین سیاست رو با مخصوصاً مبارزان ایرلند شمالی در پیش گرفت. این است که بنده خیال کنم پیام کشته شدن این بود که البته اگر که پلیس تونسته بود دست به کار بشه اینها کشته نمیشدن، ولی بعد از اینکه یک نفر از ایرانی‌ها، دیپلمات‌های ایرانی کشتن، دیگه در حقیقت جای مذاکره باقی نبود و دولت ناچار بود که عمل جدی با اینها بکنه. و خب وقتی که اینا مسلح هم و در حال تیراندازی هم و همونطور که می‌دیم در همون جریان هم یک نفر ایرانی دیگر رو کشتن و چند نفر زخمی کردن، گروه خاص جای انگلیس SAS نمی‌تونست اونجا باشون مماشات بکنه. این است که در حقیقت جنگ، یعنی یا اونها می‌زدن و یا گروه SAS اونها می‌زد و زد و خب 5 نفرشون کشت، یک نفرشون رو دستگیر کرد. آقای جهانپور، خانم تاچر در اون مقطع گله‌مند بود از بعضی از رهبران کشورهای عرب و میگفتش که اگر اونها همکاری میکردند میشد به شکل دیگه این حادثه رقم بخوره. فکر میکنید که منظورش که بود؟ آیا مشخص هست که چه انتظاری داشت از رهبران کشورهای عرب؟ فکر میکنم شاید اشارش به هم عراق بود و شاید به بعضی کشورهای دیگه، چون که خب اینا خودشون رو عرب معرفی کرده بود. گرچه بیشتر مال خوزستان بودن، ولی از عرب خوزستان بودن، ولی خب در عراق دوره دیده بودن، تربیت نظامی شده بودن و به وسیله دولت عراق پشتیبانی شدن. اگر که دولت عراق یا دیگر دولت‌های مهم منطقه به اینها گفته بودن که دست از این کار بردارین و تسلیم بشین، تسلیم بشن.
ولی خب اعضای سفارت در ایران گفتن که آنها آماده شهادتن و به هیچ وجه تسلیم خواسته های اینها نمیشن و اینها وقتی که دست به کشتن گروگان ها زدن دیگر در حقیقت راه حلی به جز یک درگیری مسلحانه با اینها وجود نداشت که به کشته شدن 5 نفرشون منتهی شد. فکر کنید این حادثه چه تأثیری بر روابط حکومت ایران و اعراب گذاشت؟ اعراب داخل ایران؟ بنده خیال میکنم که این تا یه حدی هم یه پیامی بود، البته گرفتن اینها به ایران که گروگان‌های آمریکایی گرفته بودن که دست از اون کار بردارن، ولی خب رابطه بین ایران و عراق همیشه بد بود و در بعد از انقلاب بدتر شد و با این اقدام که هم می‌دونستن که این توسط عراق برنامه‌ریزی شده بود خیلی بدتر شد، ولی خب رابطه ایران با کشورهای دیگه مثل عربستان و غیره هم هیچ وقت خیلی خوب نبود بعد از انقلاب. این است که من خیال می‌کنم که این واقعه شاید تا حدی مشکلات رو بیشتر کرد و شاید مقدمه ای بود برای حمله عراق به ایران چند ماه بعد. متشکرم از شما فرهنگ جهانپور، استاد پیشین مطالعات خاورمیانه وطن گرم مسائل بین الملل با ما. همچنین تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده بین المللی تاریخ اجتماعی در آمستردام از همین شهر با ماست. آقای عطابکی خوش آمدید به برنامه. شنیدید گفتگوها رو. شما فکر میکنید که حادثه گروگانگیری در سفارت ایران چه تأثیری بر روابط ایران با همسایگانش گذاشت؟ اجازه بدید به این گروگانگیری از اون که رنگ و بوی قومی یا محلی داشته باشه تحلیلش بیشتر باید بر بستر رابطه ایران و عراق در حقیقت انجام بگیره. اشاره کنم که در زمان انقلاب ما بیشتر از خوزستان صدای کارگران اعتصابی نفت آبادان و مسجد سلیمان و دیگر شهرهای نفتخیز را میشنیدیم و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بودش که رپرپه هویت عرب این منطقه به نوعی بلند شد. ستاد رزمندگان خلق عرب رو تشکیل دادن و بعد سازمان سیاسی خلق عرب و بیشتر تبلیغ کردن برای نوعی خودمختاری که تا حدی هم به جداسری تن می‌زد. دولت مرکزی، دولت جمهوری اسلامی تلاش کرد در همون نخستین گام به نوعی رابطه‌ای با یکی از رهبران مذهبی اون زمان در خوزستان شیخ شبیر خاقانی داشته باشه. آیت الله خامنه‌ای همراه با فرمانده لشکر خوزستان به دیدار ایشون رفتن و مذاکراتی کردن و به انجام نرسید و بعد سپردن این داستان رو به دست مهدی بازرگان که در زمانی که قرار بود مهدی بازرگان گامی در این راستا برداره برای فهم و درک مطالبات این گروه که خودشون رو ستاد سیاسی خلق عرب می‌دونند، درگیری‌های مسلحانه دیگه شروع شد، رفت و اونجا که دیگه ما دیدیم که مبارزه مسلحانه در سطح شهرهای بزرگ خوزستان جاری بود و سرآخر جمهوری اسلامی این داستان رو سپرد به دست دریادار مدنی که با توسل به قوه قهریه به مقابله با این خواست این گروه های در حقیقت متعارض اقدام بکنه و کرد. اما اگر اجازه داشته باشم توضیحی بدم، اینی که از نخستین گام ها ما در حقیقت نوعی حمایت دولت عراق رو از این حرکت میبینیم. دولت عراق البته پیشتر هم در زمان حکومت شاهنشاهی تلاش کرده بود که به حرکاتی از این دست در خوزستان حمایت بکنه، ولی خب قرارداد الجزایر 1975 نقطه پایانی گذاشت بر این سیاست دولت صدام و از اون به بعد ما تا زمان انقلاب دیگه چنین رفتاری از دولت عراق سراغ نداشتیم. خب وقتی که انقلاب صورت گرفت دولت جمهوری اسلامی در پی صدور انقلاب بود و دولت عراق هم به شدت نگران که آیا این انقلابی که قرار صادر بشه به ساختار سیاسی دولت عراق چه ضربه و لطمه ای خواهد زد. بنابراین دو کشور به نوعی به شکل تلویح نه تصریح در برابر همدیگه قرار گرفتن
و دولت عراق هم باکی نداشت از اینکه گروهایی از در حقیقت اعراب خوزستان رو ازشون حمایت بکنه. اشاره کردنیه که من خودم به عنوان یک شاهد زنده در خوزستان بودم برای یکی از کانال‌های تلویزیونی بریتانیا، اون زمان قرار بود که ترجمه بکنم. رفتیم به خوزستان و شادگان رفتیم، با شیخ شبیر خاقانی دیدار داشتیم و من تعجب کردم واقعا وقتی نگاه کردم دیدم بسیاری از کسانی که در حول و حوش منزل شیخ شبیر خاقانی گرد آمدن نه زبان فارسی بلدن و نه از این دست، هیچ سنخیتی هم با خوزستان ما ندارن و بیشتر تلاش میکنن که با من به زبان انگلیسی صحبت کنن. تعجب کردم که چنان اندازه ماموران اطلاعاتی که برای من تردید نبود که عراقی هستن چگونه در حقیقت اونجا حضور دارن. آقای عطابکی خیلی کوتاه لطفاً فکر می‌کنید که اون حادثه بسیاری از مطالبات اعراب خوزستان کماکان وجود داره، فرضاً مثل آموزش به زبان عربی، این مطالبات فکر می‌کنید حادثه گروگانگیری چه تأثیری بر نرسیدن به این مطالبات داشت؟ ببینید نخست اشاره کنم که جمهوری اسلامی از نخستین گام های در حقیقت برپاییش هیچ سیاست درستی در برابر در حقیقت کسانی که در نه در مرکز در پیرامون ایران سرزمین ایران زندگی میکنن با فرهنگ ها و زبان های متفاوت نداشت. و این در حقیقت یک اشاره ای هم که من کردم به هیچ رو به معنای تایید رفتار جمهوری اسلامی در این زمینه نیست، نداشت و هنوز هم نداره. ولی از اون طرف اون کسانی هم که در برابر جمهوری اسلامی ایستادن در خوزستان و تحت لوای انجمن سازمان سیاسی خلق عرب، ستاد رزمندگان خلق عرب و رزمندگان مسلح خلق عرب و از این دست هم سیاستی نداشتن، از یک بار از در حقیقت از خودمختاری نامی اشاره می کردن و بعد به جداسری هم می رسیدن و استقلال خوزستان رو رقم می زدن. اما به داوری من اون اتفاقی که ما در لندن شاهدش بودیم، یعنی اشغال سفارت جمهوری اسلامی در شهر لندن، بسیار بسیار زیانبار بود برای خواستای به حق مردمی که بر هویت فرهنگی زبانی خودشون پافشاری می‌کردند و همچنان می‌کنند. متشکرم. تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی با ما. حنیف اتمر، سرپرست وزارت خارجه افغانستان، کشته شدن عده‌ای از شهروندان این کشور در مرز با ایران را جنایتی نابخشودنی خوانده. پیشتر وزارت خارجه افغانستان اعلام کرده بود که تهران و کابل بر سر تشکیل یک هیئت مشترک تحقیق توافق کردند تا گزارش‌های مبنی بر کشته شدن شهروندان افغان در منطقه مرزی دو کشور را بررسی کنند. هفته پیش خبرهایی منتشر شد که مرزبانان ایران حدود 50 شهروند افغانستان را که قاچاقی وارد خاک ایران شده بودند بازداشت و شکنجه کردند و سپس آنها را به رودخانه انداختند. پخش تصاویر اجسادی که از رودخانه گرفته شده بود واکنش‌های زیادی را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخت. عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، اما دیروز این اتهامات را تکذیب کرده و گفته این مسئله از سوی مقامات مرزبانی ایران رد شده. خبرنگار ما علی حسینی از کابل با ما. علی، بیشتر درباره واکنش سرپرست وزارت خارجه افغانستان بگو. رنا، واکنش حنیف اتمر میشه گفت که نسبتاً تند هست و در بین مقامات افغانستان به در مجموع واکنش مسئولین افغانستان به یک مسئله اینچونی کم پیشینه بوده که اینطور واکنش نشان داده شد. مثلا دقیق‌تر اگر بخوایم، آقای اتمر در توییتش نوشته که ظلم و وحشتی که باعث شکنجه و شهادت مردم مظلوم ما در مرز افغانستان و ایران شده خاطر ملت ما را به شدت اندوهگین ساخته. این غم مشترک است. به هموطنان خیش اطمینان می‌دهیم که تا رسیدن به حق و عدالت این جنایت نابخشودنی را با تمام امکانات دیپلماسی کشور پیگیری خواهیم کرد. این دقیقاً همون توییت آقای اتمر است که تقریباً یک دو روز بعد از اینکه این خبر رسانه‌ای شد مطرح شد و به نظر می‌رسد که تند است و به نحوی هم نشان می‌دهد که جدیت دولت افغانستان در رابطه با بررسی این قضیه. وزارت خارجه افغانستان هم اعلامیه‌ای منتشر کرده. درسته، اعلامیه ناوقت امشب صادر شده و
گفته شده بر اساس این اعلامیه دولت افغانستان تقاضای ایجاد و تشکیل یک هیئت بررسی مشترک با مقامات مسئولین ایرانی کرده. در این اعلامیه آمده که معاون وزارت خارجه افغانستان آقای چخانسوری با سفیر افغانستان در تهران و همچنین سفیر ایران در کابل و برخی دیگر از مسئولین جمهوری اسلامی صحبت کرده و خواهان شده که یک هیئت مشترک تشکیل بشه تا این مسئله بررسی بشه. دولت افغانستان گفته هدف این هیئت مشترک است که به تحقیقات صورت بگیره و بر اساس این تحقیقات اقدامات و تصامیم مناسب گرفته بشه. یکی و دیگری که در عین حال در این اعلامیه آمده که مسئولین وزارت خارجه ایران به مقام های سفارت افغانستان در تهران تماس گرفته و اطمینان داده که آماده همکاری هستند و قرار است یادداشتی هم در زمینه چگونگی و جزئیات تحقیقات و مسائل فنی این تحقیقات را با سفارت ایران در تهران در میان بگذارند. وزارت خارجه افغانستان ابراز امیدواری کرده که این یادداشت برسه و تحقیقات آغاز بشه. پس با این حساب این که دیروز سخنگوی وزارت خارجه ایران تکذیب کرده بود و اساساً رد کرده بود این اتهامات رو، موضع متفاوتیه با موضعی که به گفته دولت افغانستان ایرانی ها گرفتن. مقام های ایرانی قبلا گفته بودن که تصاویری را که در رابطه با این موضوع نشر شده بررسی کردن و به این نتیجه رسیدن که چون این اتفاقی در همون منطقه مرزی صورت نگرفته. اما به نظر میرسه با توجه به تقاضای دولت افغانستان و یا فشاری که دولت افغانستان و یا اصراری که دولت افغانستان در این زمینه داشته، موافقت کرده که یک هیئت مشترک تشکیل بشه و یک هیئت مشترک این مسئله را پیگیری کند. تا کنون موضوع رسمی قبل از این هیئت موضع رسمی جمهوری اسلامی بوده که چنین اتفاقی رخ نداده و گفته که دولت جمهوری اسلامی با رأفت اسلامی با مهاجرین و افغانها برخورد میکنه. علی اگه خیلی کوتاه لطفاً، مثل اینکه پای آمریکا هم وسط کشیده شد. بله، با توجه به اینکه دشمنی استراتژیک هم داره، حالا به نحوی میشه که وارد مسئله شده و خواسته صحبتی هم کنه در این قسمت، آلیس ویلز معاون وزارت خارجه آمریکا در امور آسیای مرکزی و آسیای جنوبی واکنش نشان داده و این اقدام جمهوری اسلامی ایران، حالا این ادعایی که صورت میگیره رو که فعلا هنوز مشخص نیست، بی‌رحمانه خوانده و گفته که از حمایت میکنه از تحقیقات در این زمینه و گفته افرادی که مسبب این مسئله شده باید پاسخگو باشه. این موضوعی است که ایالات متحده آمریکا خودش رو دخیل کرده تا این اندازه صحبت کرده در این قسمت. متشکرم. علی حسینی از کابل. به رغم توافق بنیامین نتانیاهو با بنی گانتس، رهبر مخالفان دولت، بحران سیاسی در اسرائیل هنوز ادامه دارد. گروهی از مخالفان آقای نتانیاهو میگویند از آنجا که او بابت فساد تحت پیگرده است، توافقی که به دست آمده قانونی نیست. دیوان عالی اسرائیل از ابتدای هفته رسیدگی به این شکایت را آغاز کرده. حکم این دادگاه میتواند به نخست وزیری آقای نتانیاهو پایان دهد. کیوان حسینی گزارش می‌دهد. حتی شیوع کرونا هم موجب نشد تا جدال سیاسی بر سر نخست وزیری بنیامین نتانیاهو به عالی ترین سطح قضایی کشیده نشود. 11 قاضی دیوان عالی اسرائیل همه در حالی که ماسک به صورت دارند و بینشان دیوارهای پلاستیکی نصب شده، از ابتدای هفته بررسی پرونده‌ای تاریخی را آغاز کردند که می‌تواند نخست وزیری بنیامین نتانیاهو را به پایان برساند. امروز ما دومین ایرادی را که در شکایت مطرح شده بررسی می کنیم. این که آیا توافق بین حزب لیکود با حزب آبی و سفید در پارلمان معتبر است یا نه؟ دعوا بر سر این توافق است که بنیامین نتانیاهو از لیکود و بنی گانتس از ائتلاف آبی و سفید آن را در حیات خانه آقای نتانیاهو امضا کردند. بر اساس این توافق که دو هفته ای از امضایان می گذرد، نخست وزیری این دو نفر نوبتی خواهد بود. هر کدام 18 ماه قدرت را در دست خواهند داشت. اول بنیامین نتانیاهو نخست وزیر می شود و بعد بنی گانتس. در دوران نخست وزیری نتانیاهو، بنی گانتس معاون نخست وزیر و وزیر دفاع خواهد بود. در 6 ماه نخست، بنیامین نتانیاهو فقط اجازه دارد لوایحی را به کنست یا پارلمان ببرد که به شیوع کرونا مرتبط هستند و لوایح الحاق شهرک‌های یهودی‌نشین کرانه غربی به خاک اسرائیل استثناء خواهند بود.
اعتراض و تظاهرات خیابانی نخستین واکنش شهروندانی بود که بسیاریشان در انتخابات به حزب آبی و سفید رأی داده بودند تا نتانیاهو به قدرت نرسد، اما تیرشان به سنگ خورد. آنها میگویند که نتانیاهو به فساد و رشوه‌گیری متهم است و پرونده‌اش در جریان است. به همین دلیل او نباید نخست وزیر شود. استدلالی که دیوان عالی مشغول بررسی آن است. و حتی شیوع کرونا هم موجب نشد تا مخالفان نتانیاهو در خیابان جمع نشوند. راه حل معترضان رعایت فاصله گذاری اجتماعی خیابانی بود، وضعیتی که گرد همایی اعتراضی را بیشتر به حضور دانش آموزان در حیات یک مدرسه شبیه کرده تا تظاهرات علیه رئیس دولت. در واقع استدلال بنی گانتس هم برای همپیاله شدن با نتانیاهو این بوده که به دلیل شیوع کرونا وضعیت استثنایی است و به نفع کشور است که هرچه زودتر دولتی با ثبات برای مقابله با کرونا و بحران اقتصادی بعد از کرونا تشکیل شود. استدلالی که مخالفان را راضی نکرده. ما به دلیل توافق فاسدی که امضا شده تظاهرات کردیم و امیدواریم که صدای اعتراضمون به گوش دیوان عالی برسه و با حکم دادگاه نخست وزیری نتانیاهو لغو بشه، چون نتانیاهو تحت تعقیبه. اما در قطب مقابل همین بحث، استدلال بنیامین نتانیاهو برای ماندن در قدرت همین ارزش‌های دموکراتیک و آرای مردم است. او دوشنبه در کنفرانس خبری آماده بود که موفقیت‌های دولتش را در مبارزه با کرونا به نمایش بگذارد، اما بحران سیاسی فعلی موجب شد تا ناچار شود به سوالات بیشمار خبرنگاران درباره دیوان عالی پاسخ بدهد. ما امیدوار بودیم دیوان عالی مداخله نکنه. اصولا نباید مداخله میکرد. مسئله اینه که مردم چی میخوان و به کی رأی دادن و اینکه استقلال قوا هم باید رعایت بشه. به نظر من ضروریه که توافق اجرا بشه و قوانین تصویب بشن و دولت تشکیل بشه. این چیزیه که مردم میخوان و چیزیه که مردم نیاز دارن. این روزها پخش مستقیم جلسات دیوان عالی در دوران کرونا خودش به یک سرگرمی سیاسی جذاب تبدیل شده، به ویژه اینکه جلسات دادگاه به این شکل بر روی صفحه نمایش‌های بزرگ در بعضی پارک‌ها هم نمایش داده می‌شوند. آیا طولانی‌ترین دوران نخست وزیری در اسرائیل 18 ماه دیگر نیز ادامه خواهد یافت؟ یا اینکه ظرف یک سال اسرائیلی‌ها برای چهارمین بار پای صندوق خواهند رفت؟ پاسخ این سوالات پنج شنبه با اعلام رأی دیوان عالی روشن می‌شود. کیوان حسینی، بی بی سی. منشا امیر، سردبیر رادیو پیام اسرائیل با ماست. آقای امیر، فکر می‌کنید که چقدر مخالفان شانس دارند؟ ببینید، ما از دو موضوع کاملا متفاوت صحبت می‌کنیم و دو شکوایه یا دادخواهی به دیوان عالی عدالت ارائه شده بود که یکیش در روز یک شنبه مورد بررسی قرار گرفت و این شکایت سازمان دفاع از پاکی حکومتی بود که گفته بود که فردی که داد کیفرخواست علیهش صادر شده متهم به رشوه خواری هست، سوء استفاده از قدرت، حق نداره که نه مأمور تشکیل کابینه بشه و نه رئیس کابینه باشه و این رو به دیوان عالی بردن. دیوان عالی هنوز پاسخ نداده، ولی پاسخ بسیار روشنه و ما این رو از قول مشاور ارشد امور قضایی کشور میگیم و اون این است که در قانون پایه اسرائیل که شبیه قانون اساسی کشورهای دیگر هست به صراحت نوشته شده که حتی اگر کیفرخواست علیه نخست وزیر صادر شده برخلاف وزیران و حتی اگر دادگاهی شده، تا هنگامی که حکم صادر قطعی نشده، یعنی از تمام مراحل و حتی تجدید نظر و فرجام خواهی نگذشته و محرز نشده، او میتونه به نخست وزیری ادامه بده. شکایت دیگری که در دیوان عالی عدالت روز گذشته دوشنبه مورد بررسی قرار گرفت، توافقی بود که بین نتانیاهو و گنتس یا حزب لیکود و آبی و سفید امضا شده و برخی از توافق‌های به دست آمده رو مغایر با قانون اساسی و حقوق کنونی کشور می‌دونن و اصولاً هیچ قانونی درباره اینکه دوران نخست وزیری تا
تقسیم بشه، 18 ماه این باشه 18 ماه اون باشه، سابقه داشته و وجود داشته در اسرائیل ولی به صورت قانون نبوده و این رو دیوان عالی باید رسیدگی بکنه. همونطور که گفتید رأی روز پنجشنبه دیر وقت اعلام خواهد شد، در واقع آخرین مهلتی است که گنتس مأمور تشکیل کابینه است و بعدش قراره که به نتانیاهو محول بشه این پست و در این مورد ارزیابی میشه که دیوان عالی انتقادهایی بکنه. برخی از انتقادها رو از هم اکنون نتانیاهو و گنتس سعی میکنن که جبران بکنن و عوض بکنن، ولی همونطور که در گزارش گفته شد بعید نیست که این تشکیل کابینه بعدی هم به بنبست برسه و اسرائیل به چهارمین دوره انتخابات زود هنگام برسه، امری که هیچ یک از افراد و سیاستمداران با اون موافق نیست. آقای امیر خیلی کوتاه لطفاً، اساساً چقدر معموله که به هر حال توافق بین آقای گنتس و آقای نتانیاهو توافقیه که به دلیل وضعیت اضطراری ناشی از پاندمی کرونا اتفاق افتاده؟ چقدر معموله که دیوان عالی دخالت بکنه در چنین توافق سیاسی؟ بله این پرسش بسیار خوبی است و این واقعاً الان در اسرائیل مطرحه. ببینید دیوان عالی مسئول اجرای درست قوانین در کشور، چون ما قانون اساسی نداریم، قوانین پایه داریم و ولی بعضی امور سیاسیه. در جلسه دیروز دیوان عالی هم گفته شد که بعضی امور مربوط به امور سیاسیه که اونها نمیتونن دخالت بکنن، ولی در هر حال اونها تغییراتی رو در این توافق خواستار خواهند شد اونطور که ارزیابی میشه، که ایجاب خواهد کرد که مذاکرات ادامه پیدا بکنه و شاید هم به نتیجه نرسه. متشکرم. منشه امیر، سردبیر رادیو پیام اسرائیل. وزارت بهداشت ایران میگوید شمار موارد ابتلا به کرونا به مرز 100 هزار نفر رسیده و در 24 ساعت اخیر 63 نفر دیگر بر سر این بیماری جانشان را از دست دادند. شمار رسمی قربانیان ویروس کرونا در سراسر جهان به بیش از 250 هزار نفر رسیده. با این حال بسیاری از کشورها فکر میکنند از نقطه اوج شیوع عبور کردند و بررسی رفع تدریجی محدودیت‌ها را آغاز کردند. در اروپا جان باختگان کرونا در بریتانیا از ایتالیا هم بیشتر شده و حالا این کشور پس از آمریکا بیشترین قربانیان رسمی کووید 19 در جهان را دارد. فریناسه می‌گزارش می‌دهد. با وجود گذشت بیش از 3 ماه از شیوع کرونا در ایران و با اینکه دولت هر روز محدودیت‌های بیشتری را برمی‌دارد، کرونا همچنان در ایران قربانی می‌گیرد. بر اساس تازه‌ترین آمار وزارت بهداشت تا ظهر امروز مجموع تعداد مبتلایان به ویروس کرونا به 99970 نفر رسیده است. تا کنون 6340 نفر جان خود را بر اثر کرونا از دست دادند و 80475 نفر هم بهبود پیدا کردند. ولی خیلی ها از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس درستی آمار وزارت بهداشت را زیر سوال بردند. بعضی از مقام‌های پزشکی و بیمارستانی همین آمار را بسیار کمتر از آمار واقعی دانستند. هند بیشترین شمار موارد جدید ابتلا به کرونا در یک روز را شناسایی کرد. مقام‌های این کشور می‌گویند در 24 ساعت گذشته نزدیک به 4000 نفر به تعداد مبتلایان به کووید 19 اضافه شده. حدود 200 نفر هم در شبانه روز گذشته جانشان را از دست دادند. تحقیقات پزشکان در فرانسه نشان می‌دهد که ویروس کرونا احتمالاً اواخر دسامبر وارد این کشور شده، یعنی 4 هفته پیش از آن که نخستین مورد ابتلا در این کشور ثبت شود. بیمارستانی در پاریس نمونه‌های قدیمی را که از بیماران مبتلا به سینه پهلو گرفته بود دوباره آزمایش کرده تا چک کند که آنها کووید 19 داشتند یا نه. از 24 نمونه‌ای که آزمایش شد تست کرونا یک مورد مثبت بود. تا کنون بیش از 25 هزار نفر در فرانسه بر اثر کرونا جان خودشان را از دست دادند. اینجا در اسپانیا بعد از 7 هفته قرنطینه سفت و سخت کم کم زندگی عادی از سر گرفته می شود. اما در هر مغازه فقط یک مشتری باید حضور داشته باشد. به نظر می رسد همه از عادی شدن شرایط راضی هستند و از راه رفتن و دویدن در هوای خوب لذت می برند. نیوزیلند برای دومین روز پیاپی هیچ مورد تازه‌ای از ویروس کرونا گزارش نکرده. از هفته پیش محدودیت‌ها در این کشور کاهش پیدا کرده و مردم کم کم زندگی عادی را از سر می‌گیرند. قرار است محدودیت سفر بین نیوزیلند و استرالیا برداشته شود. چند هفته است که من و نخست وزیر نیوزیلند درباره از سرگیری سفر بین دو کشور صحبت می‌کنیم.
هنوز چند وقت به شروع دوباره سفرها مونده، اما مهمه که دربارش صحبت بشه چون بخشی از بازگشت به زندگی عادیه. در مقطعی هم استرالیا و هم نیوزلند سفر به دیگر نقاط جهان رو از سر میگیرن. مسلمه که باید از پرواز بین استرالیا و نیوزلند شروع کنیم. بر اساس یک تحقیق جدید در آمریکا پیش بینی شده موارد مرگ بر اثر ابتلا به کرونا تا اواخر تابستان به 135 هزار نفر برسد. در آمریکا محدودیت ها کم کم برداشته می شوند. اینجا در فلوریدا سواحل بازگشایی شدند، اما به همه هشدار داده شده فاصله گذاری اجتماعی را رعایت کنند و از هم 2 متر فاصله بگیرند. اما هنوز هم هستند کسانی که در میانه ترس و دلهوره از اپیدمی کرونا به دنبال زیباتر کردن جهان هستند. یک نوازنده فرانسوی و گروهش هر یک شنبه در شهر واشنگتن کنسرتی مجانی برگزار می کنند تا حال کسانی که در قرنطینه هستند بهتر شود. اولش فقط می‌خواستیم برای خودمون بزنیم. یه حالت خودخواهانه ای داشت. بعد فکر کردیم چرا پنجره ها رو باز نکنیم تا همسایه ها هم بتونن لذت ببرن. بعد باهاشون تماس گرفتیم. آگهی توی صندوق‌های پستیشون گذاشتیم و بهشون خبر دادیم که ممکنه یکم سر و صدا باشه. واکنش خیلی خوب بود. خیلی تشویقمون کردن. از اونجا بود که فکر کردیم بد نیست ویدیوهاش رو روی شبکه‌های اجتماعی هم بذاریم. همسایه‌ها هم راضی به نظر می‌رسند. با ماسک و گاه رعایت فاصله بیرون خانه او جمع می‌شوند تا صدای موسیقی‌اش را بشنوند. چون هنوز هم می‌شود زیبایی‌ها را هرچند کوچک با دیگران تقسیم کرد. فرین عاصمی، بی بی سی. دولت آلمان قرار است فردا درباره کاهش محدودیت‌های مربوط به کرونا تصمیم بگیرد. از جمله قرار است آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان اعلام کند که لیگ فوتبال این کشور بوندسلیگا از کی می‌تواند دوباره از سر گرفته شود. بامداد اسماعیلی در این مورد با بعضی از هواداران و بازیکنان بوندسلیگا صحبت کرد. چند هفته ای می شود که باشگاه های بوندسلیگا تمرینات خود را از سر گرفتند، مثل اینجا در مونیخ. صدر نشینان جدول فوتبال آلمان اما باید در این دوران خاص کرونا به نکات مهمی توجه کنند و فاصله باید تا اونجایی که می شود رعایت شود. دورتموند، رقیب سرسخت بایر مونیخ که در حال حاضر در رده دوم جدول قرار دارد، هم شرایط مشابهی دارد. با باشگاه‌های مختلف آلمان برای مصاحبه تماس گرفتم، اما هیچ کدام به دلیل خطر ابتلا به کرونا دعوتم را نپذیرفتند که حضوری گفتگو کنم. امره جان، هافبک تیم ملی آلمان و تیم دورتموند، موافقت کرد که از طریق اسکایپ با من صحبت کند. از او درباره وضعیت بدنیش پرسیدم. فکر میکنم خیلی خوبه، چون تو هفته هایی که گذشته خیلی سخت تمرین کردیم، ولی نمیتونم بگم که از قبل بحران کرونا بهترم یا بدترم، چون ما الان نمیتونیم بازی کنیم و نبرد تن به تن هم نداریم. باید ببینیم وضعیتمون چطور میشه وقتی که تن به تن بتونیم تمرین کنیم یا دوباره بازی کنیم. فعلا سخت جواب بدم. برای بازیکنان قطعاً دوران توقف اجباری بازی‌ها دوران سختی است، اما برای هواداران چطور است؟ به دورتموند رفتم تا با برخی از آنها صحبت کنم. در جلوی استادیوم زمانی چنین پرهیاهو بود. اما الان سکوت مطلق. با 2 هوادار پرپاقرص ایرانی باشگاه دورتموند قرار گذاشتم. واقعا زندگی بدون فوتبال اگه بخوام دقیقاً یه مثال بزنم، مثل اینه که یه ساندویچ بدون نوشابه بخوری، دقیقاً اونجوری میشه. ولی واقعا زندگی بدون ورزش بخوایم بگیم، حالا بس فوتبال نیست، واقعا یعنی مرگ آور. هر هفته آخر هفته که ما نگاه میکنیم یعنی بوندسلیگا نیست، زندگی یه جوری یک نواخت شده، خسته کننده شده. شاهرخ جاویدرات بیش از 30 سال می شود که در آلمان است و هوادار دورتموند. 10 سال می شود که کانون هواداران ایرانی باشگاه دورتموند را تأسیس کرده است. این کانون در حال حاضر نزدیک به 4000 عضو دارد که اکثر آنها در ایران هستند و از آنجا بازی های دورتموند را دنبال می کنند. میدون آزادی هستیم، با بچه های کانون هواداران دورتموند در ایران قرار گذاشتیم. بازی چند میشه؟ بازی هم 3 تا میزنیم دیگه. یکیشو من میزنم، یکیشو مریم، یکیشم روز. ایوه. شما؟ بازی انشالله میبریم، میریم فینال، لیسبون و قهرمانی. از قهرمانی فعلا اما خبری نیست. هواداران هم خودشان را با خرید کمی دلگرم میکنند.
سیاستمداران آلمان گفتند که اگر بازی‌ها هم برگزار بشوند در استادیوم‌های خالی و بدون تماشاگر خواهند بود. فوتبال با تماشاگر زنده است. مثلا او هورایی که می‌کشه، تشویقی که می‌کنه، بازیکن اگه آدرنالینش 50 میشه 80. فوق‌العاده است. او هوادار وقتی که تشویق می‌کنه، سود می‌زنه، بازیکن انگار بنزین سوپر می‌زنه، یه دفعه گر می‌گیره. من حس این بازی‌ها رو می‌شناسم. چون تو پاریس یه بار بدون تماشاچی بازی کردیم. همه میدونن که جلوی تماشاچی بازی کردن یه چیز دیگه است. هوادارا خیلی خاص هستن. مخصوصا هوادارای ما تو دورتموند که خیلی جو عجیبی به پا میکنن. ولی خب نمیشه کاریش کرد فعلا. معتقدم که وقتی تو تلویزیون دوباره فوتبال پخش بشه برای مردم تو خونه میتونیم ایجاد خوشحالی کنیم. Wenn diese Ausgangsbeschränkungen wieder weg sind, was willst du als erstes machen? اولین کاری که بکنم اینه که میرم رستوران غذا بخورم. آره خب غذا بخوری خوبه. من قبل از کرونا خیلی دوست داشتم با دوستام شام برم بیرون، دور یه میز غذا بخوریم. خیلی دوست داشتم، نه فقط در رستوران، حتی برم کافه. ظهرها وقتی آفتاب میشد میرفتم بیرون قهوه میخوردم. اینا چیزاییه که دلم تنگ شد و امیدوارم که دوباره به زودی بشه انجامشون داد. قرار است که فردا دولت از تصمیماتش در این مورد و در مورد شروع مسابقات فوتبال خبر بدهد. برخی از سیاستمداران و منتقدین بوندسلیگا اما معتقد هستند که اگر حتی مسابقات در استادیوم‌های خالی هم برگزار بشود، امکان این خطر هست که هواداران زیادی به جلوی استادیوم‌ها بیایند و فاصله لازم رعایت نشود و مانع بزرگی برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا ایجاد شود. من 100% حدس میزنم پیش میاد، چون الان حساب بکنیم ما بازی دربی داریم با شالکه، حساب بکن دورتموند اینجا بازی ببره، بعد این خیابون میدونی چه قلقله میشه، یعنی کسی دیگه نمیتونه از این خیابون رد بشه، حتی اتوبوس واسه تشویق بازیکنان نمیذارن اتوبوس اینجا رد بشه. انسان وقتی اشتیاق شوق پیدا بکنه امکان داره همه کار انجام بده. یه مرتبه دیدید 2000 نفر اینجا وارد این خیابون شدن و جلو ورزشگاه و شروع به جشن گرفتن کردن. اجازه شروع بوندسلیگا برای دولت آلمان تصمیم سختی، از یک طرف فشار مالی روی باشگاه‌ها و خواسته هواداران و از یک طرف دیگر شیوع ویروس کرونا. یکی از اصلی ترین شرط‌ها برای از سر گرفتن بازی‌ها تست‌های مرتب از بازیکن‌ها و کادر فنیه. همین چند روز پیش بود که اینجا در کلن تست 3 نفر از تیم کلن مثبت از آب در اومد. بامدار اسماعیلی، کلن، آلمان. شیوع کرونا خیلی ها رو به دلایل مختلف اقتصادی و اجتماعی تحت فشار قرار داده. ولی پدر و مادرها چطور میتونن جلوی سرایت استرابشون به بچه ها رو بگیرن؟ سوالی که برای بسیاری از پدر و مادرها این روزها مطرحه. امروز دکتر هادی شاکر، فوق تخصص روانپزشکی کودکان و جوان، در سری برنامه های از ما بپرس به سوالات شما جواب میده. این برنامه شنبه تا سه شنبه هر هفته ساعت 5:15 عصر به وقت ایران و افغانستان از بی بی سی فارسی پخش میشه. چطور بدون این که بچه‌مون رو بترسونیم مجابش کنیم که موقعی بیرون رفتن از خونه باید ماسک بذاره؟ با فشار عصبی که این روزها روی پدر مادرها هست، باید چه کار کرد که این اضطراب و عصبانیت به کودک منتقل نشه؟ اینا سوالهایی که شما با هشتگ از ما بپرس به تلگرام بی بی سی فارسی فرستادید. من نازنین معتمدی هستم، تهیه کننده برنامه 37 درجه و این سوالها رو امروز از دکتر هادی شاکر، فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان، براتون میپرسم. دکتر شاکر خیلی خوش اومدید. خیلی ممنون از دعوتتون. ندا گفته که دخترم 5 سالشه و قبلا از 7 صبح بیدار بود، میرفت مهد کودک و بعد از ظهر یا کلاس ورزش رو با بچه‌هاش بازی میکرد و ساعت 8 شب قش میکرد و میخوابید. الان 7 صبح بیدار میشه و فعالیتش در حد بازی تو خونه است و شبا تا ساعت 10 و 11 شب بیداره و یه حالت بیقراری و گاهی بد اخلاقی توش هست. آیا این قرار دوباره به وضعیت اولیه برگرده؟ ببینید، یه قسمت عمدهش برمیگرده به همین که برنامه روتین بچه‌ها تغییر کرده. بچه‌ها از یه طرف دیگه دارن تطابق میکنن با یه شرایط غیرعادی که
بهش عادت ندارن. در زمان قبل از کرونا وقتی که مدرسه بودن، زمان صبح تا شبشون بین چند فعالیت میشکست، مثلا توی مدرسه بودن بعد میرفتن از مدرسه به خونه بعد استراحت میکردن، ولی الان دائما با شما از صبح. این که هر روز صبح ساعت 7 بیدارش میکنه خیلی کار خوبیه به نظر من، اصلا نذاریم که بیشتر توی رخت خواب بمونه، ولی وقتی صبح که پا میشه پیژامش رو عوض کنین، لباس تقریبا مناسب بیرون رفتن تنش بکنین، بعد روتینی رو با یه سری مثلا عکسا میتونین روی کاغذ بچسبونین که مثلا از شنبه تا جمعه صبح تا عصر چه کارهایی رو میتونه انجام بده، که خودش این آمادگی ذهنی رو پیدا بکنه که فعالیت‌های روزمره‌اش به چه شکلی هست. سر ساعت مشخص غذاشو حتما بدین، هرچی این روتین مشخص‌تر باشه اون بدخلقی‌ها کمتر میشه. به علاوه این که به شما این امکانو میده که بتونین از یه فعالیتی به یه فعالیت دیگه گذر بکنین و اون شرایط دشوار رو با تغییر دادن فعالیتش تغییر بدین. نکته دیگه اینه که برای خوابش حتما یه روتین خیلی مشخصی رو درست بکنین، مثلا دوباره روی کاغذ براش بذارین که از ساعتی که مثلا عقربه های ساعت میره روی این عددهای مثلا 9 تو دیگه باید مثلا فعالیت های خوابتو شروع بکنی. این میتونه این باشه که مثلا حمامی بکنی، مسواکی بکنی، اتاقتو با مامان تمیز بکنی، بعد دیگه با هم دیگه بخوان یه قصه ای بگیم و این قصه مثلا دوباره اینقدر طول میکشه، بعد دیگه باید چشاتو ببندی و توی رخت خواب دیگه جای آرومی پیدا بکنی و بخوابی. هر چقدر که تونستی کارا رو بکنه به نظر من براش ستاره یا مثلا یه برچسبای استیکر بذارین که بتونه تشویق بشه و هر دو ستا استیکر رو با یه چیزی که دوست داره عوض بکنه. من توصیه اصلی اینه که نگران نباشین، این در هر صورت تطابق با شرایط فعلی هست و من امیدوارم که بعد از اینکه روتین زندگی به روال عادی برمیگرده شما مجددا موفق بشین که هم خلقشو بهتر بکنین هم کنترل رو روی اوضاع بهتر بکنین. دکتر شاکر هادی پرسیده بچم در دوران قرنطینه هیچ اشتیاقی نه تنها به درس خوندن بلکه به کتاب داستان خوندن هم نداره. وقتی بهش تذکر میدم هم به شدت به هم میریزه. چی کار کنم؟ بهتر باشه که ترکیبی از فعالیتهایی که دوست داره و فعالیتهایی که شما دلتون میخواد اون بیشتر انجام بده تو این ایام رو با هم ترکیب بکنین و وقتی که مثلا دلش میخواد زمانش رو با بازی کامپیوتری طی بکنه بهش بگیم که خب مثلا یه 10 صفحه از این کتابتو بخون که بتونی بازی کامپیوتری بکنی. اینجوری میتونین تشویقش بکنین اون کاری رو که میخواین تازه شروع بکنه انجام بده. در غیر این صورت یه وضعیتی پیش میاد که شما در نقش معلم قرار میگیرین، دوست دارین که اون کاری بکنه و اون در نقش عالمیه که انگار رفته تعطیلات و هیچ کاری دلش نمیخواد بکنه. بنابراین اگه این دوتا رو به تعادل برسونین میدونه که به نفعشه که اون کاری که ازش میخواین انجام بده تا اون چیزی که دلش میخواد رو بده. فکر کنم پس جواب کامبیز هم همینه، پرسیده که با توجه به عدم تخلیه انرژی بچه‌ها برای کنترلشون و وادار کردنشون به درس خوندن چی کار باید کرد؟ برمیگردم به همون نکته کلیدی که گذاشتن یه روتین خیلی مشخص، ساعت بیدار شدن مشخص، ساعت خواب مشخص و فعالیت‌ها که در طول روز براشون قرار میدین، مخلوط کردنش با فعالیت‌های بدنی و تا اونجایی که میتونین براشون یه سری امتیاز بذارین که وقتی کاری رو انجام میدن موفق میشن، این امتیاز تبدیل میشه به جایزه‌ای که مثلا خوشحالشون بکنه. اون جایزه هم نمیخواد حتما کادو و اینجور چیزا باشه، جایزه میتونه یه فیلم با خانواده تماشا کردن باشه، میتونه یه دسر خوشمزه باشه، میتونه یه چیزی باشه که خوشحالشون کنه، ولی اونو دارن به دستش میارن. این که از صبح پاشن و به امید خودشون هر کاری که دلشون میخواد انجام بدن، واقعیتش اینه که با این روال نمیشه کنترلشون کرد و من تقاضام اینه که روتینتون هر چه زودتر پایدار بکنین و ادامه. مانی از آلمان پرسیده چطور بچه‌ها رو مجاب کنیم که بیرون از خونه ماسک بزنن بدون اینکه بترسونیمشون؟ اینجا از هفته بعد زدن ماسک برای همه اجباریه. ببینید خیلی بچه‌ها هستن که حتی از خونه بیرون رفتن رو دارن میترسن. الان یه مطالعه که دانشگاه آکسفورد کرده تقریبا 25% بچه‌ها عنوان کردن که از ترک خونه وحشت دارن. برای همین گفتن یک داستانی بهشون که چرا ما اصلا تو خونه موندیم و چرا داریم بیرون میریم اگه لازمه بیرون بریم و بعد چه کارهایی رو باید بکنیم، بدن ما چجوری با عفونت مقابله میکنه، اگه دستمون رو میشوریم، اگه به صورتمون دست نمیزنیم، اگه ماسک رو میزنیم که ترشحات تنفسیمون بیرون نریزه و یا اینکه کمتر به صورتمون دست بزنیم، اینا همه برای اینکه از خودمون محافظت کنیم. و ممکنه این مطالب رو یکی دو بار لازم باشه بگیم،
یا از ویدیوهای استفاده بکنیم که اخیراً توی یوتیوب یا فضاهای مجازی هست، ویدیوهای ساده‌ای که تهیه شده و بچه‌ها میتونن آگاهی بگیرن در مورد اینکه اصلا کرونا ویروس چی هست، چرا برای خودشون مواظبت بکنن، و بعد وقتی که اطمینان بهشون دادین قدم به قدم اون مراحل رو میتونین طی بکنین و تشویقشون بکنین که وقتی که این کار میکنن که آفرین حرف مامان بابا رو گوش میکنی، حرف دکترها رو داری گوش میکنی، تو الان داری کمک میکنی که نه خودت مریض بشی نه آدمهای دیگه مریض بشن، و من خیلی بهت افتخار میکنم. مریم میگه من یه مادرم که در دوران کرونا از خونه مجبورم کار کنم. در کنارش آشپزی هم میکنم، خونه رو تمیز میکنم، با بچه‌م بازی میکنم و با بچه درس هم میخونم. واقعا دارم دیوونه میشم. برای سلامت روان خودم باید چی کار کنم که عصبی بودنم به بچه منتقل نشه؟ اولا که آفرین به شما و همه مادرایی که مثل شما تو این شرایط سخت دارن این همه کارا رو با هم انجام میدن. بسیار دشواره. به هر حال اولا که انتظار کامل بودن از خودتون نداشته باشین، اینکه همه کارا رو بخواید انجام بدین. یه مقداری سعی بکنین که برای خودتونم حتی اگه شده روتین درست بکنین. مثلا اون وقتی که بچه‌ها خوابن چجوری به خودتون کمک بکنین که آرامش پیدا بکنین، یا کارهایی رو که در آرامش باید انجام بدین انجام بدین. در طول روز چجوری این برنامه خودتون و بچه‌ها رو با هم دیگه منطبق بکنین که مثلا وقتی اونا دارن یه کاری رو میکنن، مثلا بازی کامپیوتریشون رو میکنن که صداشون در نمیاد، مثلا شما اون تلفن مهمی رو که لازمه بخواین انجام بدین. و اون جنبه هایی که دوباره عرض کردم، تماستون با اخبار طولانی نباشه، با روابط اجتماعیتون یه مقداری تلفن صحبت کردن، اینکه بتونین با دوستاتون زمان بذارین، اینا رو یه مقدار استفاده بکنین که کار به این شکل در نیاد که شما از صبح که بیدار میشین در نقش معلم، در نقش مشاور روانشناس، در نقش پدر مادر، همه کارا رو بخواید با هم دیگه برای بچه‌تون انجام بدین. یه مقداری با خودتون مهربون باشین و انتظار کامل بودن نداشته. خیلی ممنون دکتر شاکر. شما هم سوالات خودتون رو با هشتگ از ما بپرس به تلگرام بی بی سی فارسی به نشانی @BBC شما برای ما بفرستید. به پایان بخش خبری رسیدیم. ممنون از همراهی شما. شبتون خوش. Thank you.